سلام به تمام شما بیننده های عزیز، صبحتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی با شما هستم. در آغاز برنامه بسته خبری نشر شد و حالا برنامه را ادامه میدیم با موضوعی که امروز انتخاب کردیم. امیدوار هستم در بحث اشتراک کنید، دیدگاه ها و پرسش هایتان به گونه زنده با ما شریک بسازین. اما آغاز برنامه است. میخوایم از تمامتان خواهش کنم زمانی که تماستان در استودیو وصل میشه صدای تلویزیونتان را پایین کنین، موقعیتتان خوب انتخاب کنین و پرسشتان در رابطه با موضوعی که امروز انتخاب کردیم باشه. اگر تماستان وصل نمیشه، راه دیگر نشانی فیسبوک ما از ون تی وی نیوز اف، صفحه فیسبوک ما است، اونجا سر بزنین، پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما در رابطه با موضوعی که امروز انتخاب کردیم شریک بسازین. اگر دوست داشتین در پیام خانه برایتان باز است، میتونین پیام بگذارین. مهمان من اشرف حقشناس، معاون سخنگوی وزارت فواید عامه هستند و امروز بحث ما در برنامه مجله صبح در پیوند به عملکرد وزارت فواید عامه در قسمت بازسازی جاده های تخریب شده و برنامه های جدید این وزارت است. شما فرصت دارین، میتونین در برنامه اشتراک کنین و دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما شریک بسازین. در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب حقشناس، خیلی خوش آمدین. سپاسگزار هستم که دعوت ما را پذیرفتین. پیش از این که حرفای شما را داشته باشیم، مگر اجازیتون باشه یک تماس پاسخ بفرمایید. بیننده عزیز سلام، بفرمایید. سلام به شما. بله، سلام به شما. سلام به مهمان برنامه شما. سلامت باشید. من از آقای حقجا در رابطه با مشاورای کابل غزنی الی قندهار، مشاورای کابل غزنی به نهایت تخریب شده، یعنی واقعیت هیچ قابل استفاده نیست. از کابل تا غزنی این در 5 ساعت آدم نمیرسه. اون قدر تخریب است که آدم به بین نشنه که دولتی وجود داره، وزارت پایدامی وجود داره. اصلا دولت کوچکترین نظارت و کوچکترین عملکرد نداره. به خاطر این سرکا یک مریض اگر بخواه به کابل انتقال بشه، باز به خدا که او 4 ساعت وقت داشته باشه، در 5 ساعت به کابل نمیرسه. چی وضعیت از چندین بار این قراردادش هم شده، اعلان هم شده که ترمیم میشه، جور میشه. من نمیفهم چی مشکل است و چی گیمبازی است. مردم بیچاره را فریب دادن. از زمان اول کرده که سرک پخته شد و هنوز ترمیم نمیشه و اگر ترمیم میشه با شرکت های داده میشه که اون رو تکیفیت داره که تقریبا 2 کیلومتر این کار میکنه، در کیلومتر سیوم نمیشه که کیلومتر اولش فقط خراب میشه. از بیکیفیت‌ترین مواد رو استفاده میشه. بنا در خدمت ما همه خواهش دارم کمی توجه بکنن. بار به خدا که مردم زیاد و مشکل است. موترهای باربری هر روز 5 تا 6 تا چپه میشه پیدا. تشکر از شما، مشکلتان گرفته شد. بیننده عزیز برنامه را دنبال کنین. در ادامه جناب حقشناس به شما پاسخ میدن. جناب حقشناس، بازم ممنون که در برنامه حضور پیدا کردین. خوب از در آغاز برنامه در رابطه به ادغام وزارت فواید عامه با وزارت ترانسپورت و چند نهاد دیگه بگین. فکر کنم یک سال اگر اشتباه نکرده باشم اینها با هم مشترک کار میکردن، حال دوباره مستقل شدین. در آغاز برنامه درم این مورد اگر با بیننده ما معلوماتتان و شریک بسازین، آگاهی که بیشتر بیننده ما به باور هستن که هنوز شما مشترک کار میکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکارای تکنیکی و بیننده عزیز تلویزیون که میاکنون ما را تماشا میکنند. فرمان ادغام در سال 1397 در ماه جدی از طرف جلالت مآب رئیس جمهور افغانستان صادر گردید. وزارت ترانسپورت قبلی، اداره خط آهن، اداره هوانوردی ملکی و ریاست ترافیک وزارت امور داخله با وزارت فواید عامه ادغام کرد. در این ادغام ما کارهای اساسی را انجام دادیم. البته دلیل ادغام مشخص بود. اداراتی که من نام گرفتم، این ادارات به یک نوع کارهای مرتبط و مشابه انجام میده، مثل که ما در وزارت فواید عامه بخش زیربنای افغانستان یا سرکا را میسازیم، بخش خط آهن هم پروژه های خط آهن تطبیق میکنه یا ساخت و ساز خط آهن به عهده دارن، و همچنان اداره هوانوردی ملکی هم به یک نوع فضای افغانستان در اختیار دارن. اینا هم بخش پروازها اینا رو تنظیم میکنن و ریاست ترافیک و وزارت امور داخله هم به یک نوع با ما شریک بود، چون جاده ها از طرف از اینا تنظیم میشد و ما به یک نوع کارهای مشترک و مرتبط داشتیم.
این فرمان ادغام زمانی که صادر شد ما حدوداً مجموعه بودجه‌ای را که در وزارت ترانسپورت قبلی که ایجاد گردید داشتیم بیشتر از 29 میلیارد افغانی بود که ما در یک سال گذشته بیشتر از 28 میلیارد افغانی از این مصرف کردیم که 95% کل بودجه وزارت ترانسپورت میشد و 77 پروژه را ما تطبیق کردیم. این پروژه بیشتر در بخش سرکا، خطاان، میادین هوایی بود. این پروژه بر علاوه که در ساخت زیربنای افغانستان تاثیرات مثبت خود داشت، زمینه اشتغال زایی را به هموطنان عزیز ما هم مهیا کرده بود که در یک سال گذشته ما بیشتر از 161 هزار شغل به هموطنان عزیز ما ایجاد کردیم که 23 هزار از این به طور مستقیم بود و متبقی به غیر مستقیم بود که هموطنان عزیز ما نسبت به تطبیق پروژه ما صاحب اشتغال شدند. اما در مجموعی که ما کارهای در بخش ادغام صورت گرفت، در این اواخر کارهای اساسی را که بعد از اینکه ما متاسفانه ویروس کرونا شیوع کرد و اکثر بنادر بسته شد برای افغانستان، ما تانستیم یک مدیریت خوب و یک مدیریت سالم رهبری وزارت ترانسپورت دو زمان که آقای شمس و به عهده داشت، فعلا رهبری خطاان و وزارت فواید عامه را به عهده دارد، این انجام داد که ما در طول می ایام قرنطین تمام مواد خوراکی که مورد نیاز افغانستان بود از بنادر افغانستان وارد کردیم. حتی به یک روز بنادری که در سمت شمال افغانستان است مسدود نبود، با وجودی که بندر تورخم 26 روز تقریبا برای مردم افغانستان بسته بود، ولی ما تمام نیازمندی ها و مواد خوراکی را که مردم افغانستان در می مدت نیاز داشت ما ای را از طریق خطاان وارد افغانستان کردیم و ای به بازارهای افغانستان تقسیم شد تا سهولت ها به هموطنان عزیز ما به وجود بیاد. این کلیاتی بود که در ادغام صورت گرفت. اما وقتی ویروس کرونا شویش بیشتر شد، بعضی مرزها بسته شد، هموطنان عزیز ما با مشکلات زیاد در هر عرصه‌ای که وزارت ترانسپورت یا در مجموعه چند اداره از نزدیک با مردم کار میکنه، شما ترافیک امین 24 ساعت در شارع است، هموطنان عزیز ما که در کشورهای بیرونی مانده بودند اداره هوانوردی را باید انتقال میکرد، تمام این مسائل یک جا شده بود و جلاد ماب رئیس جمهور تصمیم گرفت، رهبری حکومت تصمیم گرفت که باید فرمان ادغام به حالت تعلیق در بیاید، ادارات دوباره به شکل مستقیم کارش با مردم آغاز بکنه که مردم بتونه دسترسی کامل به ادارات داشته باشه و از طرف دیگه ارائه خدماتی که ادارات یا همی وزارتخانه‌ای که با هم ادغام شده بود مستقیم ارائه خدمات بکنه. و دلیل دیگه که دوباره فرمان ادغام یا فرمان قبلی که دارد با هم یک جا شده بود، تصویب بودجه بود که پارلمان افغانستان از هر بخش از هر اداره بودجهش به شکل جداگانه تصویب رسانده بود، بنان تصمیم به گرفته شد که الا ختم می خود ویروس کرونا ما بتانیم ادارات به شکل مستقیم دوباره ارائه خدمات بکنه و فرمان ادغام دوباره به حالت تعلیق درآمد. عالی، وزارت فواید عامه، وزارت ترانسپورت و اداراتی که نام گرفتم به شکل مستقلانه کارشان انجام دادن. ممنون شما جناب حق شناس. با اجازه شما تماس پشت خط است. سلام بفرمایید. بله، تماس شما وصل شده، بفرمایید. بله، بیننده ما حرف نمیزنن، میشه تماسشان قطع شوه. بیننده عزیز، زمانی که به تماس میشین متوجه باشین، زمانی که تماس شما به استودیو وصل میشه حرف بزنین. و بس که امروز انتخاب کردیم سوالتان هم در رابطه با این موضوع باشه. در غیر این صورت بگذارید زمان با بیننده ما که واقعا میخوان در بحث اشتراک کنن، دیدگاه ها، پرسش ها و نگرانی های خودشان با جناب اشرف حق‌شناس معاون سخنگوی وزارت فواید عامه شریک بسازن. در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب حق‌شناس، پیش از اینکه به بیننده ما پاسخ بدین، بیشترین نگرانی و سوال از شما در رابطه با جاده حلقوی افغانستان است. در این مورد به بیننده ما پاسخ بدین. طوری که بیننده عزیزم میفهم، مردم افغانستان هم سرک حلقوی افغانستان یکی از پروژه های مهم و اساسی است. این سرک نه تنها که وصل ولایت افغانستان یا سرک حلقوی را یا ولایت با هم وصل میکنه، در نقش بسیار مهم و اساسی در ترانزیت افغانستان داره. و شما میدونین که وقتی سرک تکمیل شوه، افغانستان یک حلقه مکملش تکمیل میشه و ما با کشورهای همسایه و کشورهای کم مرز هستیم، مواد وارد میکنیم، مصادراتی که صورت میگیره، این بسیار مهم و اساسی است.
طول باقی ماندی که سرک القایی باید وصل شود 233 کیلومتر است. این 233 کیلومتر به چند بخش تقسیم شده؟ دو بخش از این عملا ما تحت کار داریم. یک بخشش 34 کیلومتر است، بخش دیگه 48 کیلومتر است. جلاد ماب رئیس به جمهور افغانستان وقتی که به این ولایت بادغی سفر نموده بود وعده کرده بود که پروژه باید میاد که در قرارداد است تکمیل شود، ولی متاسفانه بنابر بعضی دلایل ما نتانستیم که این پروژه را به موعد معینی که جلاد ماب رئیس به جمهور به مردم وعده کرده بود ما را تکمیل بکنیم. از جمله عدم موجودیت دیزاین مکملی پروژه بود که در سالهای گذشته همکاران ما وقتی را قرارداد کرده بود متاسفانه دیزاین تکمیل نبود، عین زمان پروژه تطبیق میشد و هم دیزاینش در کار بود. یکی از عواملی که پروژه مکمل تطبیق نشد امی بود. بخش دومش تهدیدات شدید امنیتی در این مسیر است. متاسفانه تعدیداتی که در مسیر وجود داشت نگذاشت که ما مطابق هم اسکجول یا پلانی را که گرفته بودیم این پروژه را تطبیق بکنیم. بخش سیمش متاسفانه یک تیم نظارتی مناسب وجود نداشت که ما یک نظارت اساسی بکنیم. مشکلاتی که در صاحب موجود بود این مشکلات با مردم باید در میان گذاشته میشد و مردم باید 100% همکاری میکرد و ما میتونستیم که پروژه را تطبیق بکنیم. بخش دومش مشکلات اجتماعی بود که در صاحب ما داشتیم. متاسفانه قبل از اینکه باید دیزاین تکمیل شد مشکلات اجتماعی باید حل میشد. موضوع استملاک بود، موضوع تعیین مسیر بود، تعیین علامتای مسیر بود که باید مشخص میشد و مردم وقتی در او ساعت مشکل داشت این مشکلات حل میشد. بعد از اون ما میرفتیم به سایت تطبیق و یکی از مشکلاتی که نگذاشت ما این را تطبیق بکنیم همین مشکل اجتماعی بود که وقتی مسیر تعیین میشد هموطنان عزیز ما در بعض قسمت ها مخالفت میکردن و نگذاشتن که پروژه به مشکل اساسیش تطبیق شود و این عقب مانی کار شده بود. بخش دیگه تخریباتی که در ساحل صورت میگرفت. این تخریبات وقتی یک منطقه، یک زمین، یک مسیر از هموطنان عزیز ما به سرک بعد سرک دو قسمت ساخته میشد این زمانگیر بود تا پروسه استملاک از این تایی میشد. اینا مشکلاتی بود که در مجموع یک جا شدن و نگذاشتن که این پروژه رو ما به شکل اساسی در میاده که جلاد ما رسیب جمهور به مردم وعده کرده بود این رو تطبیق بکنیم. بخش اساسی دیگه که باعث عقب مانی کار گردید متاسفانه خود شرکت قرار داده بود. شرکت قراردادی ضعفایی که در شرکت قراردادی وجود داشت نتونستم برنامه هم پلانی را کرده بود با وزارت رو تسلیم کرده بود مطابق هم پروگرام خودش این پروژه تطبیق بکنه. امی عوامل در کل یک جای شد که ما همین دو بخش را که زیر کار داریم هم 34 کیلومتر و هم 48 کیلومتر ما ایره با مواد زمان مشخصش ایره تطبیق بکنیم. در بخش دومیش بخش دیزاینش است که 151 کیلومتر از این باقی مانده. 151 کیلومتر از فعلا تحت دیزاین قرار داره، دیزاینش هم تکمیل شده و ما فعلا تحت ارزیابی قرار داره که دیزاین از این مکمل ارزیابی میشه دوباره و به زودی انشالله یام به مرحله تدارکات و قرارداد میره. وعده ما که از آدرس وزارت فواید عامه به مردم ولایت باشه در مجموع به مردم شریف افغانستان باشه است که وزارت فواید عامه مطابق هدایت جلاد ما رئیس به جمهور ما وعده ما همی است که پروژه تطبیق میکنیم، اما در تطبیق پروژه همکاری هموطنان عزیز ما شرط است. و یا باید در قسمت استملاک، در قسمت تطبیق پروژه، در قسمت مشکلات اجتماعی که ما در ساحه داریم در این قسمت با ما همکاری بکنه که ما هم شرکت قراردادی که از طرف ما قرارداد شده استخدام شده و فعلا در ساحه است این شرکت هم بتونه مشکلاتش حل بکنه و پروژه را به میادی که بر فعلا در نظر گرفته شد به میادش لااقل ایده بتونیم تطبیق بکنیم و تکمیل شه. ممنون شما. پاسختان به بیننده ما که در پیوند به شهرهای کابل غزنی شکایت داشتن و خواستن پاسخ شما را بدانند. شورای کابل غزنی هم بخشی از شورای القوی افغانستان است. این شورا هم در ترانزیت افغانستان نقش بسیار مهم و اساسی را دارد. شما وقتی فکر میکنید شورا بر علاوه که چند ولایت افغانستان به غرب وصل میکنه بنادری که در این مسیر وجود داره اسمین بولدک در قندهار است، بنادری که در ولایت هرات است، این بنادر تمام موادی که از افغانستان صادر میشه و موادی که وارد میشه از این مسیر رفت آمد داره. ولی متاسفانه بعد از 2006 وقتی که توسط پیارتی ها بازسازی شد یا ترمیم اساسی صورت گرفت از همان زمان تیمای ولایتی ما و وزارت فواید آمد در مرکز ما کوشش کردیم که این مسیر به شکل اساسیش ترمیم بکنیم، ولی متاسفانه چند عامل در این پروژه نگذاشت ما را که ما این را تکمیل بکنیم. بخش اول از این ما از میدان شهر لا ولسوالی سید آباد بود 34 کیلومتر که تقریبا دو سال گذشته ما این را قرارداد کردیم به شرکت که تریم اساسی صورت بگیره.
متاسفانه برادر ما بیشتر عرض کردن که عامل چی است که قرارداد میشه ولی تطبیق نمیشه. وزارت فواید عامه به عنوان یک وزارتی که بخش سکتور زیربنای افغانستان است، ساختمان زیربنای افغانستان است کار میکنه، ما کار اساسی خود انجام دادیم، یعنی سروی بخش این مسیر انجام دادیم، دیزاینش انجام دادیم، ولی متاسفانه مشکلات امنیتی که در این مسیر وجود داره. ما بخش اول 34 کیلومتر نگذاشت که ما مخالفین مسلح نظام، با وجودی که شرکت قراردادی به ساعه رفت کارش آغاز کرد ولی نگذاشتن که کار آغاز شد به شکل اساسی و این کار تطبیق شود. اونا دلیلشانی بود که بعضی زورگویایی که در این مسیر وجود داره و بعضی افرادی که چی در داخل افغانستان است چی از بیرون، اینا به اصطلاح بگویم دیکته میشن و میان به خاطر علیه منافع مردم افغانستان در داخل افغانستان میجنگن، اینا نگذاشتن که ما لااقل یک قسمت از زیر قرارداد کرده بودیم تطبیق بکنیم. اما با اون هم قسمت دوم از زیر ما دوباره سروی دیزاینش انجام دادیم، مطالعات انجام دادیم. بیننده ما جناب بخشنا صرفتان قطع میکنم، معذرت میخوام، در قسمت کیفیت کارم گفتن. خب دقیقاً بخش دوم از زیر ما قراردادش انجام دادیم ولی متاسفانه مشکلات امنیتی دست ها. شما میدونید که تطبیق پروژه اکثرا مثل یک تعمیر نیست، مثل یک ساختمان نیست که وقت چهار اطراف از زیر بند بکنیم و بگذاریم که اینا کار صورت بگیره. امنیت در نقطه صفری یک چیز است ولی شما 5 کیلومتر پیشتر میرین امنیت چیز دیگه است. ما این موضوع را هم به نهادهای امنیتی افغانستان در میان گذاشتیم. خلاصه مطلب من میخوام میره یادآور شم که ما دو بخش از زیر در سالهای گذشته قرارداد کردیم. متاسفانه تا امروز قراردادش موجود است، با وجودی که ما قرارداد از زیر را به تدارکات ملی روان کردیم که فسخ صورت بگیره، نگذاشتن مخالفین مسئله نظام هموطنان عزیز ما در جریان است که ما این قسمت تکمیل بکنیم و کار تریم اساسی از اشاره را صورت بگیره. نقطه مهمی را که من میخوام اینجا به هموطنان عزیز ما یادآور شم میست که ما پلان کردیم که شورای کابل قندهار به شکل اساسی بهتر میشه، چون شورا مکمل بیشتر از 100 پای پل پلچک مخالفین مسئله نظام با ماینای کنار جادهی و با ماینای که گذاشتن ای یا مکمل تخریب شده و نیاز به بازسازی اساسی داره و باید یا مکمل اثر تخریب شوند، دیزاین شوند، سروی اساسی صورت بگیره، قیمت از یا مشخص بعد از مایر قرارداد بکنیم. پلان ما این است که شورای کابل قندهار به شکل اساسیش انشاءالله با دیزاین جدید شاید بیشتر از این ارزش باشه، ما این را ساختمان میکنیم، این وعده ما به مردم است. ولی در صورتی که هموطنان عزیز ما در قسمت تامین امنیتش و حل مشکلات اجتماعیش با ما همکار باشه. ممنون شما جناب بخشناس، امیدوارستم بیننده ما پاسخ خود گرفته باشن. بیننده دیگر ما تماس گرفتن، سلام بفرمایید. بفرمایید. زنده باشید. جرات هستم از دولت نیروی متماس شد. بفرماین، ما منتظر دیدگاه شما هستیم. همه وزارت های همه قربان های دولتی که کار بکنه ما استقبال میکنه، ما ایتون نیست که ناسپاس باشه ناشکری بکنه. از وزارت های و موین هایی که کارمندان کار میکنه ما استقبال میکنه، اما اینا کار نمیکنه ما از اینا سخت انتقاد میکنه. اینا خاک به چشم مردم میزنه، خصوص وزارت فواید عامه. این وزارت فوق العاده کیفیت ترین وزارت است. سرک دلاران نیمروز، دلاران نیمروز که از چند سال از این سو خراب است، اینا بارها بارها مدر ایتاس کابل اومده این سی کرده بررسی کرده فعال جوره شده. سرک زرار این دلاران کاملا تخریب است، کاملا ویران است، کل من گزاره شده تخریب شده. سرک هیچ نو باسازی از دست بودین شده شده بارها این آماده کرده که سرک دلاران زرنگ جور میکنه جور نکرده. سرک فرام جوره است، فرا طرق از دوره فرا که طرف دوره فرا رو که طرف فرا میدی کلا فرا تقریبا از طرف دوره فرا رو که طرف فرا میخواه بیدی طرف ایراد نه طرف فرا طرف فرا میخواه بیدی خواه بیدی طرف قریه کل سرک که طرف فرا خراب است، سرک سفات هواست کلا خراب است، سرک مرکزی است کلا خراب است، کلا معلوم شکایت داره همی شکایت داره با خصوص است. سرک قندهار کامل خصوصا قندهار کامل و زاول خیلی خراب است، مردم بارها شکایت کرده، بارها ماشینا باربری چپه شده، بارها تجار ما از این ماه زلر کرده. در این مسیر که ما میره خود ما از این مسیر رفت به از نیمروز رفت میرفت به کابل میرفت و ما در ماشین تاتو بچال بود گیرمون هر کار میکرد ما از مدران کشیده نمیشد، ما خود ما مریض داشتیم داخل ماشین بخبر به خدا بکو در برج چی هم بود برج سر بود خیلی هوا هم گرم بود همین دمیدن یک سال پیش بیتر بارزمه خیلی هوا گرم خیلی ما بازم شده مریض
بعضی که خیلی خیلی شده بود یک الله جا داد او کار الله تکنه نجا داد نمود زاره شد و ما رو به زاره فلاه دوان میشه خواه که چیشون مردم بزنم میگه ما کار میکنه این کار میکنه اما شوهر هست اینه هیچ کار نکرده اینا قرار داد اینا به کسی میسپاره که اینا شناخته از اینا هسته مثال موین موین شناخته خورا پیدا میکنه قرار میسپاره وزیر ایتو کاروانه چه اینا نفره را پیدا میکنه که اینا از خود از اینا هسته بنامه اشناخته را از ایا از اینا پیسه میگیره اینا سرکار را پیدا میکنه سرکار ساختمانی که اینا اشناخته از اینا هسته مواد نگارت نمیکنه مواد بیکیتیت هست سرق جور میکنه سرق جور میکنه یه از محبت تخریب میشه این چه قسم کار هست این چه قسم وزار و بیر هست نمی کنه قریاد دارم خواه بررسی کنه این شرکت هست بررسی کنه کارکرد از این چی هست این یک سرق ساختمانی سرق سرکاهی که میخواه کار خواه خواست کنه باید اینا تحقیق کنه که این سرق چه وقت کار میشه تجربه داره آیا مریض از سیده هست آیا کامار سایی داره آیا جناز سایی داره باید کار رو بدونه بسپاره تشکر از شما که در برنامه اشتراک کردین و مشکلات را با ما در میان گذاشتین. جناب حق‌شناس پاسخ شما. تشکر اول از این از برادر ما که زنگ زدن تماس گرفتن مشکلاتی که در صحب بود اینا بر ما بازگو کردن یا گفتن. ما میخوایم یک چیز اول قبل از اینکه به پاسخ به برادر ما پردازم میخوایم یادآور شم رهبری وزارت فواید عامه همه روزه و همچنان روزای چهارشنبه در ملاقاتی که با وکلای مردم دارن، با بزرگان محل دارن، با ولی سیبای ولایت دارن، همه روزه از مشکلات مردم ما با خبر هستیم و می فهمیم که مثلا در بعضی ولایت افغانستان چی جریان داره. ما ولایتی داریم که متاسفانه 10 کیلومتر سرک اسفالت نداره. ما ولایتی داریم که متاسفانه مشکلات زیادی در ولسوالی ها وجود داره. ولایت نیمروز هم بخشی از این ولایت است. یکی از پروژه‌ای را که ما برادر نام گرفت سال گذشته ما را قرارداد کردیم ترمیم یکی از سرکا بود 100 چند کیلومتر است دقیق یادم است وکیل صاحب این ولایت هم بودند دموجا بر علاوه که ما پروژه را قرارداد کردیم وکیل صاحب بر ما وعده کرد وقتی ما رفتیم بسا کار شرکت آغاز کرد شرکت قراردادی با مشکلات امنیتی مواجه بود وقتی شرکت کار آغاز میکنه نهادها افراد زورمند افرادی که صلاح غیر چیز دارن که ثبت وزارت داخله نیست افراد غیر مسئول هستند اینا باعث از این میشه که متاسفانه پروژه تطبیق نشه ما ولایتی را داریم که متاسفانه مشکلات زیاد در بخش سرک دارن ولی با وجودی که ما قرارداد کردیم نتونستیم که ما پروژه تکمیل بکنیم یکی از این بخش سرک کابل قندار بود برادر ما دو پروژه را نام گرفتن که اینا تخریب شده من سرک ها را یادداشت کردم ان شاء الله ما را با مینیت مربوطش در میان میگذارم که در قسمت ترمیم دوباره ازیا و یکی بر ریاست ولایتی ما با تماس میشیم ببینیم که مشکلات از چه قرار است چطور نتونستیم دقیق سال ترمیم بکنیم با وجود که همه ساله تیمایی را که بر ریاست های ولایتی ما که ما در ولایت افغانستان داریم اینا مشکلاتی که در ولایت می باشن مکمل جمعواری میشه یک پکیج مکمل میشه که اینی سرک ها دولویت قرار داره یا اسفالت است یا به ترمیم نیاز داره تخریب شده یا ایست که اسفالت نیست سرک خامس باید اسفالت شود در یک قسمت دیگه برادر ما گفت که اینا پول میگیرن شرکت ها از خود ازی هست من این حرف برادر ما را تایید نمی کنم به این دلیل تایید نمی کنم که تمام مردم افغانستان می فهمن که پروژه ها از طریق کمیسیون یا از طریق اداره محترم تدارکات ملی افغانستان به اعلان میره در کمیسیون تدارکات ملی محترم رئیس جمهور و جمعی از اعضای کابینه و وکلای محترم پارلمان در کمیسیون وجود داره و در کمیسیون بررسی میشه شرکت بعد از اینکه تایید شد وزارت فواید عامه قرارداد که ممرای از امضا میکنه و شرکت میره به کار آغاز میکنه یعنی ما این موضوعشان تایید نمیکنم هیچ گونه نقش وزارت فواید عامه در قسمت انتخاب شرکت ها نداره سالهای گذشته داشت ولی بعد از اینکه اداره محترم تدارکات ملی فعلا فعالیت میکنه با وجود آمده قطعا وزارت به پروژه های انکشافی ای از طریق ما قرارداد نمیشه و از طریق ما به اعلان هم نمیده ممنون شما جناب حق شناس امیدوارستم بیننده من پاسخ خود گرفته باشن بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشه این وقفه میگیریم برمیگردیم
ادامه برنامه مجله صبح است. تشکر میکنم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. امروز بحث ما در پیوند به عملکرد وزارت فواید آمد در قسمت بازسازی جاده ها و همچنان برنامه های جدید این وزارت است. شما فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان با اشرف حقشناس معاون سخنگوی وزارت فواید آمد در میان بگذارین. اگر تماستان وصل نمیشه راه دیگر نشانی فیسبوک ما است، میتونین از طریق فیسبوک پای پست مرتبط به همین موضوع در برنامه اشتراک کنین. دیدگاه ها و پرسش های همه شما و مسئولین رسانیده میشه. بیننده ما پشت خط هستند. سلام بفرمایین. بله متاسفانه بیننده ما حرف نمیزنن، میشه تماسشان قطع کنین. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب حقشناس، در کنار ناامنی ها که باعث تخریب جاده ها میشه، بیشتر گفته میشه که فساد هم در شهرهای بزرگ وجود داره و بخصوص موتور تناژ بلند یا اضافه وارگ هستند. کارمندان شما در این قسمت فساد میکنن و من میدونم شما خودتان چقدر دنبال کردین و در این خصوص شما شاید شاهد باشین، گزارش هایم وجود داره. شما پیگیر کردین، خودتان ارزیابی کردین، آیا کس به دلیل فساد به دادگاه معرفی شده نشده؟ میشه در این مورد پاسخ بدین؟ دقیقا یکی از عوامل دیگه که متاسفانه سرک ها امروز در افغانستان تخریب میشه، عبور و مرور وسایط سنگین وزن که اضافه بار مینامه. عامل اساسی فساد هم کسای شرکت هایی هست که این بار اضافی را میکنن. اگر ما یک شرکت باربری را در نظر بگیریم، شرکت باربری میاره که به موترش در نظر گرفته شده 20 تن است یا بیشتر از او است، مطابق هم بار بکنه، چرا ترازو بیا فساد بکنه؟ اینا هستن که هم سرک تخریب میکنن و هم فساد با وجود میارن. وقتی بار اضافی میکنن، از یک طرف سرمایه ملی مردم افغانستان که از پول بیت المال جاده ها و سرک ها ساخته میشه، این تخریب میکنن و از طرف دیگه زمینی فساد هم هم میکنن. ما میپذیریم که قسمت متاسفانه فساد در بعض شورها وجود داره، اما این فساد مختص به وزارت فواید ما نیست، نهادهای دیگه هم متاسفانه در اینجا نقش داره. اما چیزی که به شما برمیگرده، به قانون معرفی شدن بر ما برمیگرده. خوشبختانه ما بر یک موضوع را میخوام یادآور شوم که بعد از این ترازوی افغانستان از سال 96 که در جلسه شورای عالی اقتصادی فیصله صورت گرفت، پول جمع آوری نمیکرده و بیشتر هم عرض کردم در بخش ترانسپورت محترم محمد یما شمس که وقتی سرپرستی وزارت ترانسپورت به عهده داشت، امی کتابچه خط سیر داخلی را به وسایط مکمل از بین برد و جلالت ما رئیس جمهور هدایت داد که هیچ کس دیگه حق نداره بیش از حدی که واسطش مطابق از اون وزن است از او بیشتر بار بکنه. ولی متاسفانه هنوز هم شماری از هموطنان عزیز ما که انتقال اموال تجارتی به عهده داره، این موضوع در نظر ندارن و اضافه وزن میکنه و اضافه وزن باعث بر علاوه که سرک تخریب میکنه، زمینه فساد هم هم میکنه. وقتی میاد چی در ترازو و چی در نهادهای دیگه که به خاطر چک و کنترل است، وقتی که میرسن اینا به خاطر از اینکه تلافی بکنن بارشان پایان نشه، اینا زمینه فساد هم هم میکنن، پول میپردازن، از یک طرف وزارت نام بد میشه و از طرف دیگر هم جاده ها تخریب است و هم متاسفانه با مردم افغانستان یک موضوع دیگه پیش میاد که کلگی فساد است، ولی در مجموع قسم نیست. انسان های بسیار صادق، آدم های بسیار خوب ماده ترازو داره که همیشه اوقاتکار میکنن، ولی بدبختی است که بعضی افراد در ترازو وجود داره. خوشبختانه مقرره جدید ترازو ها فعلا در تای مراحل تقنینیش قرار داره، انشاءالله به زودی پاس میشه. وقتی که این مقرر پاس شد انشاءالله تطبیق میشه و هیچ مشکل ما در قسمت نخواهیم داشت. ولی تا زمانی که هر کس که در این مملکت زندگی میکنه، به خصوص تاجر ملی ما، به خصوص کسایی که بارای سنگین انتقال میده، وسایط سنگین وزن داره، سرک مال خودش فکر نکنه، این مملکت جور نمیشه به این شکل. به این دلیل که وقتی سرک از سرمایه ملی است، سرک به خاطر منفعت مردم افغانستان است، در سرک همه مردم افغانستان شریک است. وقتی یک کسی میه خودش خدا را حاضر نمیمینه و موترش بیش از او چیزی که از وزن بار میکنه، هم سرک تخریب میکنه و هم میه زمینه فساد هم میکنه و هم از این میشه که یک تشویش کلان مردم افغانستان خلق کرده که هر کسی که در ترازو است او آدم ناپاک است، او آدم فاسد است، او آدم جزی میکنه. ولی اونطور نیست، ما افراد صادق، افراد پاک در بعضی ترازوها داریم، اما در بعضی جا متاسفانه مشکل هم داریم. از همین آدرس شما، از تریبیون شما میگیریم که موقعشان ختم است، یا خودشان بیاسلا بکنن یا ایست که دیگه هم رهبری فعلی وزارت فواید دیگه مجال فساد. ممنون شما جناب حقشناس. سوال بیشتر بینده ما شاید این باشه که
تا حالا شما خودتان شاید پیگیری کردین فساد وجود داشته، با چند نفری که فساد کرده برخورد قانونی صورت گرفته و نامش رسانه‌ای شده؟ دقیقاً کسایی که در سالهای گذشته فساد کرده، اینا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده، اینا به ارگانهای معرفی شدن که یا به سزای اعمالشان برسن. اما در بعضی اوقات متاسفانه مشکلاتی که در بعضی ساعات وجود داره ما نتانستیم به شکل اساسیش در گذشته البته میگم این افراد به پنجه قانون بسپاریم، اما بعد از این رهبری فعلی وزارت جدی تصمیم داره. چند روز گذشته مکتوب رسمی بر تمام تر از صادر شده که هیچ کس حق نداره دیگه پول به نام اضافه وزن یا به نام بگیره. هر آن کسی که موسایتی که اضافه وزن بار میکنه وقتی به ترازو رسید بارش تخلیه و خود واسطه و شرکتی که بار انتقال میده بعد به نهادهای عدلی قضایی معرفی شه. دیگه هیچ راه حل دیگه وجود نداره. موضوع مهم و دیگه ای که ما میخواهیم به ترازوهای افغانستان داشته باشیم که شامل برنامه سال گذشته بوده و رهبری فعلی فعلا شدت به شدت سر از او کار میکنه با همکاری نهادهای دیگه است که وزارت محترم مالی هم است، که ما تمام ترازوها رو دیجیتالی میخواهیم بکنیم. وقتی یک واسطه به والای ترازو استاد میشه باید از خود مرکز وزارت کنترل صورت بگیره که هیچ کس دیگه دوج حرف زده نتونه. عین زمانی که واسطه استاد میشه نشان میده ترازو در مرکز وزارت که واسطه چقدر وزن انتقال میده. رهبری از اینجا تصمیم میگیره که بار واسطه تخلیه و خود واسطه بر نهادهای عدلی که شرکتش معرفی شه تا دیگه بر دیگه راه برد شه که آن سرکای افغانستان و جادای افغانستان که با میلیاردها دلار و افغانی یا ساخته شده یا دیگه تخریب نکنه. ممنون شما جناب حق شناس. بیننده ما پشت خط هستن. سلام بفرمایید. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شده. بیننده عزیز، راه دیگر که شما را در برنامه وصل میکنه صفحه فیسبوک ما است. میتونید پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاه ها و پرسش های خودتان و یا نگرانی های خودتان شریک بسازین. ما دیدگاه ها و پرسش های همه شما را به مسئولین وزارت فواید عامه میرسانیم. در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب حق شناس، در گذشته ها در میان وزارت خانه های سکتوری وزارت فواید عامه بالاترین بودیجه را داشت. حالا شما مشکل بودیجه ندارین؟ واقعا بودیجه تان بالاست و میتونین به پروژه ها رسیدگی درست کنین؟ دقیقا که در سالهای گذشته ما بیشترین بودیجه را به وزارت فواید عامه داشتیم، اما از این که افغانستان یک کشور متاسفانه جنگ زده است، یک کشوری است که کوهستانی است، یک کشوری است که هموطنان از این نقاط دوردست کشور زندگی میکنه و یا نیاز به خدمات اجتماعی به خصوص به سرک دارن که اینا رو وصل بکنه. سرک، نقش سرک در زندگی مردم ببینین چقدر تاثیرگذار است و از همین دلیل است که پولی که برای بودجه به فواید عامه تخصیص داده میشه بیشتر است. وقتی سرک به یک منطقه میره شما در تمام عرصه‌های اون منطقه تغییرات میاد، چی در بخش اقتصادیش باشه، فراورده‌های زراعتی که مردم این ولایت داره زودتر میتونن به مارکت انتقال بده، بخش فرهنگ، بخش مکاتب، بخشی تمام ابعاد یک سرک در نظر میگیره. وقتی که سرک عبور میکنه مردم براحتی تمام چیزا رو میتونن به دسترسی کامل داشته باشن. ولی متاسفانه چند چیزی که ما از متناز عزیز ما هم به یک نحوه گلایه داریم، سرک بر هموطنان عزیز ما ساخته میشه، چی در قریه باشه، چی در شهرها باشه، چی در ولایت باشه، چی مرکز به ولایت به ولسوالی وصل کنه، این به خاطر هموطنان عزیز ماست. ما در بعضی مسیرها وقتی که میریم شما بینین که تمام موترشویی ها را گرفتن در سر سرک جور کردن. یکی از عواملی که سرک تخریب میشه آب است. وقتی اینا هیچ نگران از اون موضوع، شما برین طرف سمت شمال بخش سالنگ ببینید، طرف سمت مشرقی افغانستان برین، متشوی را گرفتن در سر سرک گرفتن جور کردن و این خلاف نرم، خلاف استاندارد است، خلاف قانون هم است. اینا باید حریم سرک در نظر داشته باشن، در یک گوشه جور بکنن. این موارد هم وطنان عزیز ما باید جدا در نظر داشته باشن. بخش دوم، بخش حفظ مراقبت سرک است. سرک وقتی ساخته میشه اما هموطن عزیز ما پیشتر پرسان کردن چرا سرک ها زود تخریب میشه. عواملی که تخریب میشه حفظ مراقبت به صورت بگیره. وقتی شما یک سرک بهتر حفظ مراقبت بکنیم بیشتر از 20 سال عمر پیدا میکنه. وقتی حفظ مراقبت داشته بیشتر از یک سال از سر سرک از عمرش نگذره سرک دوباره تخریب میشه. بنان از هموطنان عزیز ما میخوایم که در حفظ مراقبت سرک ها با ما همکار باشه. سرک ها به خود از اینا ساخته میشه، سرک سرمایه ملی است، از بودجه ملی ساخته میشه. ما رهبری فعلی وزارت پلان میره داره، اولویت کاری ما حفظ مراقبت سرکاست. چی ما نشستایی را که با دونرها داشتیم با خود بودجه که از وزارت مالیه از حکومت افغانستان اختصاص داده میشه، صحبت های مایی است که ما در آینده بتانیم تمام سرکایی که در افغانستان ساخته شده، ما بیشتر از 23 هزار کیلومتر سرک در افغانستان ساختیم.
23000 کیلومتر سرک ساختیم. هنوز هم ولایت ما متاسفانه داریم که 10 کیلومتر سرک اسفالت نداره. ما اولویت بندی کردیم. ولایت های ما کم انکشاف یافته است، مثل نیمروز که برادر ما گفت، مثل دایکندی، مثل نورستان. این ولایت ها که متاسفانه در سالهای گذشته به این توجه صورت نگرفته، اولویت کاری فعلی رهبری وزارت است. ما انشاءالله به تمامی ولایت پلان و برنامه داریم و مطابق یک برنامه مشخص به اینا سرک اسفالت میکنیم. ممنون حضورتان جناب اشرف اقشناس، معاون سخنگوی وزارت فواید عامه که در برنامه آمدین و با بیننده ما پاسخگو بودین. روز شما خوش. تشکر از شما، بخیر باشید. بیننده عزیز، از شما همچنان تشکر میکنم که با ما بودید. روزتان خوش. خداوند نگهدار همه. Thank you.